به دنبال تبلیغ یک شربت گیاهی توسط بهنوش بختیاری، سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از اعلام حکم تعقیب وی خبر داد. بهنوش بختیاری در گفتگو با ایلینا در واکنش به ویدیویی که از او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده گفت: هر کسی که نسخه کامل این ویدیو را نگاه کند متوجه می‌شود که من هیچ صحبتی نمی‌کنم درباره اینکه داروی ویروس کرونا را تبلیغ می‌کنم و یا دارویی را تبلیغ کردم که می‌تواند از این ویروس کرونا پیشگیری کند، بلکه این ویدیو فقط تبلیغ یک داروی گیاهی است که خاصیت زیادی دارد و مختص کبدهای چرب است. به ادامه داد: خانواده من و خودم دچار مشکل کبد چرب هستیم و از این دارو استفاده کردیم. این دارو داروی خوبی است. ابتدا ویدیو نیز اشاره می کنم که این روزها که ویروس های بسیاری مانند کرونا بیماری های مختلفی را ایجاد می کنند، ما باید سعی کنیم تا بهداشت فردی و سلامتمان را حفظ کنیم و یکی از راه های خوب برای حفظ سلامت. وی ادامه داد: فقط اشاره من به ویروس و کرونا باعث شده تا عده اشتباه برداشت کنم و فکر کنم که من در حال تبلیغ دارویی برای ویروس و کرونا هستم. من چرا باید چنین حرفی بزنم؟ امروز که همه ما از این ویروس و گسترش آن میترسیم، کدام آدم عاقلی چنین حرفی را میزند تا خود را زیر سوال ببرد؟ بختیاری با ابراز تأسف از اینکه برخی افراد و نهادها دچار سوء برداشت شدن افزود: متاسفانه در ماه‌های اخیر گروهی آمدانه سعی دارند تا هنرمندان را تخریب کنند. این عده در برابر مشکلات موجود هیچ دیواری کوتاه‌تر از دیوار هنرمندان پیدا نمی‌کنند. اما برخی حرف‌ها که در مورد هنرمندان گفته می‌شود قضاوت‌های نابجا و گاه تهمت است. وی ادامه داد: واقعیت این است که من در صفحه خودم موضوعات مختلفی را تبلیغ می کنم، اما این شربت یک معرفی معمولی بود. شربتی که من تبلیغ کردم یک کالای گیاهی مانند عرق نعنا یا گلاب است که ما از عطاری‌ها و شرکت‌های پخش داروی گیاهی آنها را تهیه می کنیم. بختیاری ادامه داد: من در زندگی سعی کردم دلسوز و مهربان باشم و همین دلیل هر وقت مطمئن می شوم یک کالا مفید است آن را معرفی می کنم بدون آنکه برای من سودی داشته باشد. به ادامه داد: اگر تر شکایتی هم شده است، ابتدا حکم و متن شکایت را باید به فرد رسان و بعد آن را رسانه ای کرد. بختیاری ادامه داد: متاسفانه هیچ حکم و نامی هنوز به دست من نرسیده و من از طریق رسانه ها متوجه شدم. به همین دلیل هم قصد دارم از این افراد اعاده حیثیت کنم.